به نام خدا. سلام، میهمان این برنامه ما نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری، متولد سال 1344، مشهد و دارای دکترای علوم سیاسی است. سوابق اجرایی او عبارتند از رئیس اداره بازرسی وزارت امور خارجه، معاون اداره اول آمریکا در وزارت امور خارجه، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده هسته ایران از سال 1386 تا کنون. تا لحظاتی دیگر با برخی دیدگاه‌های او آشنا خواهید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیز. امیدوارم در این گفتگویی که با دوستان داریم بتوانیم به پرسش‌هایی که از سوی شما مطرح میشه پاسخ‌هایی بدیم که برای شما مفید باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر جلیلی. از حضور جناب‌عالی در شبکه خبر و عرض خوش آمد داریم حضور جناب‌عالی در این شبکه. ما پیش از این توافق کردیم با جناب آقای دکتر جلیلی که ایشون به میزان حداکثر 3 دقیقه پاسخگوی سوالات باشن تا متناسب با ساختار شبکه خبر و با سرعت مناسب‌تری بتونیم این گفتگو رو پیش ببریم و البته سوالات بیشتری رو هم بتونیم مطرح بکنیم، الا سوالاتی که خودشون تشخیص میدن که زمان بیشتری رو برای پاسخگویی در نظر بگیرن. آقای دکتر جلیلی، خب شاید خیلی توقع داشته باشن که در ابتدا جناب‌عالی در حوزه سیاست خارجی آغاز بفرمایید و پاسخگوی سوالات باشید. در حوزه سیاست خارجی اولویت‌های دولت احتمالی آینده جناب‌عالی چه هست و بیشتر بنا داره که در کدام منطقه، در حوزه همسایگان منطقه، در حوزه اروپا یا ممکنه آمریکای لاتین بخواید اولویت‌های سیاست خارجی خودتون رو قرار بدید؟ سوال خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، در حوزه سیاست خارجی من در جای دیگه هم این رو بیان کردم. سیاست خارجی هر کشور به مثابه یک چارچوب و یک پارادایم، یه اصولی داره، یه اهدافی داره، یه ارزش‌هایی داره، یه منافعی داره و این در یک خلأ نیست، در ارتباط با سایر کشورهاست. اونها هم هر کدوم برای خودشون یه همچین چارچوبی دارن، یه اصولی دارن، اهدافی دارن، منافعی دارن. از نقاط اشتراک بین این مؤلفه هاست که نقاط فرصت و همکاری و تعامل ایجاد میشه و از نقاط اختلاف بین این هاست که شما نقاط تهدید و تقابل ایجاد میشه. سیاست خارجی وقتی موفق است که یک ارزیابی دقیق داشته باشه از نقاط اشتراکی که میتونه با سایر کشورها داشته باشه، یک ارزیابی دقیقی داشته باشه از فرصت هایی که میتونه از این نقاط اشتراک تو اینها ایجاد بشه، لذا این رو باید با یک چارچوب دقیق بررسی کرد. ممکن است شما با یک کشوری در امریکای لاتین بتوانید به یک نقاط اشتراک زیادی برسید که برای شما منافع زیادی رو تولید کنه، طبیعتاً او اولویت قرار میگیره. یعنی اولویت منطقی ندارید شما؟ اولویت منطقی بر این اساس خود به خود شکل میگیره، چون ما در اطرافمون یکی از ظرفیت‌های بسیار خوبی که جمهوری اسلامی ایران داره اینه که 15 کشور در همسایگیش قرار دارن. طبیعی است اگر ما بتوانیم با توجه به همسایگی، مرزهای مشترک و همینطور ریشه‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و دوستی که بین ملت‌های منطقه بین یک کشور با همسایگانش وجود داره، در اینجا نقاط تعامل و فرصت بسیار بسیار بیشتر ظهور پیدا می‌کنه. هنر سیاست خارجی باید این باشه که بتونه اینها رو به خوبی به موقع پیدا کنه و از فرصت‌ها استفاده حداکثری بکنه. این نکته اساسی است که من بهش توجه دارم، که اولا به یک استفاده های حداقلی اکتفا نشود و ثانیا در موقع و زمان خودش انجام بشود. این کاستی نباید باشه و برای همین هم است که باید دستگاه سیاست خارجی یه همچین ظرفیتی رو داشته باشه. اگر نقاط مشترک خیلی پررنگ نبود با کشوری، نقاط مشترک خیلی پررنگ نباشه، آیا در صدد پیدا کردن نقاط مشترک برخواهید آمد یا اساسا کنار خواهید گذاشت؟ دو تا بحثه، یکی اون نقاط مشترکی که موجود هست، یکی نقاط مشترکی که باید ایجاد کرد. هر دوتا اینها باید در بحث سیاست خارجی در برنامه کار باشه. یعنی ما اولا باید بتونیم از اون نقاط مشترک به موقع و به خوبی استفاده کنیم
و ثانیاً بسیاری از نقاط مشترک رو ایجاد کنیم. اینجا کار دیپلماسی شکل میگیره که دیپلماسی باید با یک پویایی و یک نشاطی مرتب این کار رو انجام بده. اون نقطه روی دیگه‌ش هم عرض کنم. طبیعی است که شما در سیاست خارجی با برخی از کشورها و به خصوص برخی از قدرت‌ها یک نقاط اختلاف دارید که اون نقاط اختلاف هست که میتونه نقاط تقابل و یا تهدید رو ایجاد کنه. باز هنر سیاست خارجی باید این باشه که بتواند پیشبینی صحیح داشته باشه از این نقاط، نسبت به اونها پیشگیری کنه و تهدید زدائی برنامهش باشه. این یک اصل مهم هست، استفاده به موقع از فرصت ها و تهدید زدائی. ما در سیاست خارجی باید سعی کنیم تهدیدها رو مانع بشویم که معطوف به کشور ما بشه. من این رو قبلا هم گفتم، من این بعض شعاری رو که برخی بیان میکنن تحت عنوان تنش زدائی حرف دقیقی نمیدونم، چون اگر دشمن شما، کسی که بالاخره در نقطه مقابل با شماست، بخواد از ابزارهای تنش استفاده کنه و بعد هم بگه خب این اصلش تنش زدائی است، خب طبیعی است اون براش فرصت ایجاد میشه، میگه خیلی خب من با اهرام تنش جلو میام، یه روز تهدید نظامی میکنم، یه روز تحریم میکنم، یه روز تهدید به چیزهای مختلف میکنه. این یه خطر بزرگه به نظر من که بعد ما بگیم برای ما اصل این است که تنش زدائی کنیم. خب اون هم ابزار تنش رو در اختیار میگیره و میاد جلو و اتفاقا با این شعار تنش زدائی اگر کسانی بدن موجب میشود که تنش بیشتری متوجه کشور بشود، چون اونها طمع میکنن که با تنش به اهداف خودشون برسن. چرا الان ما در 25 سال گذشته دیگه حمله نظامی به کشور ما نبوده و تهدید نظامی نبوده؟ چون اونها فهمیدن که جمهوری اسلامی ایران وقتی که بهش یک تعرض نظامی شد از سوی صدام به جد ایستاد و از حقوق خودش دفاع کرد. اتفاقا ما اگر شعار تهدید زدائی رو و جدیت خودمون رو در مقابله با تهدیدات نشون بدهیم، اون گونه است که تنش ها هم به حداقل خودش میرسه. درباره با آمریکا چه خواهد کرد؟ اگر رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام میکنه که در صورت پیروزی جناب آقای جلیلی در این دور از انتخابات ما مذاکرات مستقیم رو با دولت ایشون آغاز خواهیم کرد، پاسخ شما چه است؟ آیا در صدد پیدا کردن اون نقاط مشترک برخواهید آمد یا منتظر هستید که این اتفاق از سمت آمریکایی‌ها بیفته؟ ببینید، این سوال خوبی کردید، چون یک از مصادیق بارز اون نکته اول که عرض کردم خود ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده آمریکا در مباحثش، در اصول سیاست خارجیش، اهداف سیاست خارجیش، منافع و ارزش‌هایی که تعریف کرده و سیاست‌هایی که در این 34 سال گذشته نسبت به جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده، شما می‌بینید در یک تقابل دائمی با ماست. اون است که در مقام دشمنی با ملت ایران بوده است. شما دیگه مثال‌های فراوان می‌بینید، از حمایت از شاه بگیرید که در پیروزی انقلاب اسلامی بود، بعد حمایت از صدام، پشتیبانی از اونها. تمام بحث هم برای این بود که اونها خب از ابتدا از انقلاب اسلامی ناراضی بودن، نمیخواستن از یک دیکتاتوری که با کودتا آورده بودن سر کار، بعد یک نظام مردم سالاری اومد جایگزینش شد. اینها از روز اول به تقابل با این مردم سالاری دینی همت کردن. من این رو یادم در یک از گفتگوها به خانم اشتون میگفتم در بحثای مربوط به بیداری اسلامی که بود، گفت در منطقه داری همچین حرکت‌های صورت میگیره. گفتم مردم ما و ملت‌های منطقه تجربه خوبی از شما ندارن. شما 34 سال هست، به محض اینکه یک دیکتاتور سرنگون شد و یک مردم سالاری جایگزین شد، هر آن چه توانستید در مقابله با اون به کار بردید. آیا میخواید باز هم همین روند رو با سقوط دیکتاتورها در کشورهای دیگه و جایگزین نظام‌های مردمی همین رفتار رو داشته باشید؟ این الان یک سوال جدی است. من عرضم اینه که رفتار دولت امریکا، نه تنها رفتار، سیاست‌های حتی اعلامیشون و اون چیزهایی رو که دنبال می‌کردن، مثلا اینکه از روزهای اول انقلاب اینها شروع کردن قطعه هواپیمای مسافربری رو تحریم کردن، این که دیگه ربطی به هسته‌ای و اینها نداشت، سال‌هاست انجام شده. چرا این کار رو انجام دادن؟ اینکه مثلا میان میگن که سرمایه‌گذاری در نفت ایران رو در دهه 70 شما یادتونه تحریم کردن تحت اون قانون داماتو، اینها که ربطی به هسته‌ای نداشت. نفت که به هر حال در جهت با طرح همین سوالات بنا دارید که نقاط مشترک رو پیدا کنید؟ نه، عرضم اینه که ما امروز با امریکا یک تقابل پارادایمی داریم، یعنی در اصول و اهداف و بحثایی که وجود دارد امریکا در تقابل جدی با نظام ایران هست. لذا اگر در این مباحث، در این چارچوب ها اون تقابلش به قوت خودش با این عمق و ریشه باشد، بقیه بحث‌ها یک بحث‌های تاکتیکی می‌شود، یک بحث‌های روبنایی و سطحی می‌شود که حتماً فقط تاکتیکی است در جهت تحقق اون اصول، یعنی دشمنی با ملت ایران هست.
لذا اون چیزی که امروز مهم هست در مناسبات ایران با آمریکا تعریف شود که آیا امریکا میخواهد در این اصول، اهداف و راهبردهایی که تعریف کرده تغییر اساسی در اون دشمنی هاش با جمهوری اسلامی ایران بدهد یا نه. از تقابل یعنی منتظر تغییر رفتار از سمت آمریکا یا خیر؟ تغییر رفتار و تغییر حتی این مباحثی که مطرح میکنن حتی فراتر از رفتار. شما ببینید اونها در اصولشون، در اهدافشون و در راهبردهاشون رسما اون چیزهایی که مصوب میکنن و دنبال میکنن و اعلام میکنن دشمنی با ملت ایران هست. از ظرفیت دیپلماسی عمومی استفاده خواهید کرد آقای دکتر؟ دیپلماسی عمومی یکی از مهمترین ظرفیت هاست در دیپلماسی در ارتباط با سایر کشورها. شما امروز میبینید یکی از اتفاقا قوت‌های ما و نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران همین نرم افزارش است. همین باز من برگردم به مثال قبل، چرا ما تونستیم در این 34 سال مقاومت کنیم؟ به لحاظ جنگ افزار و سخت افزار که دشمنان ما مثل ایالات متحده آمریکا خیلی بیشتر داشتن، اصلا قابل مقایسه نیست ظرفیت نظامی اونها و بحث‌های مادی دیگه‌شون. چرا ولی ما تونستیم موفق بشویم، مقاومت کنیم، پیشرفت کنیم؟ این به دلیل نرم افزار ماست، به دلیل این ظرفیت بالای فرهنگی و دیپلماسی عمومی ماست که این ظرفیت رو ایجاد کرده. لذا هر چقدر ما به دیپلماسی عمومی، یعنی در رساندن پیاممون به جهان، به افکار عمومی، حتی به مردم در خود داخل کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا و یا اروپا موفق تر باشیم، می توانیم مقابله بهتری رو داشته باشیم با اون دشمنی هایی که اونها دارن. و در اون تبیین ما یک از نقاط قوت ما منطق ما در سیاست خارجی است. امروز اون چیزی که اهمیت داره و قابل انکار نیست این است که منطق جمهوری اسلامی ایران یک منطق قابل دفاع هست، یک منطقی است که هر چه شما مطرح میکنی با استقبال مواجه میشه. همین امروز شما دیدید که دوباره برای چندمین بار 120 کشور عدم تعهد از حقوق هسته‌ای ایران دفاع کردند. این برای اینه که یک منطق مشخص پشت این است. لذا ما باید از ابزار دیپلماسی عمومی استفاده حد اکثری داشته باشیم در ارائه و رسوندن این پیام. در مسائل هسته‌ای طبق همین روندی که تاکنون جناب عالی ریاست تیم مذاکره کننده رو بر عهده داشتید، در دولت خودتون مسئله رو پیگیری خواهید کرد و آیا فکر می‌کنید که در دولت شما اگر رأی اعتماد از مردم بگیرید به سرانجام برسه مسائل هسته‌ای؟ ببینید مسئله هسته‌ای هم به نظر من یک نمونه است از همون دشمنی‌هایی که با ملت ایران می‌شود. شما می‌بینید الان تو که در سطح جهانی اون نگاهی که جمهوری اسلامی ایران در موضوع هستی داره یک بحث کاملا منطقی و قابل دفاع است. اصلا جمهوری اسلامی ایران امروز یکی از مدعیان مقابله با سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی است. یکی از مدعیان جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. پس این یک منطق روشن است. اما به همون نسبت جمهوری اسلامی ایران مدعی بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است و معتقده که اعضا باید از حقوقشون برخوردار باشند. این روند دفاع از حق ملت ایران باید یک روند قوی باشه، با اقتدار باشه، هم در منطق و هم در رفتار. چگونه اینطور هست؟ ببینید ما این رو بارها بیان کردیم، برای همین هم هست که ما در گفتگوها هر وقت صحبت میکنیم اون طرف مقابل است که میگه خب حالا من برم دوباره بررسی کنم به شما جواب بدم. آخرینش همین آلماتی یک، وقتی که ما منطقمون رو به خوبی بیان کردیم اونها گفتن پس ما چند روز مهلت میخوایم که بریم بررسی کنیم پاسخ شما رو بدیم. این اون منطق جمهوری اسلامی ایران رو نشون میده. در صحنه هم همینطور است. اون چیزی که در این سالها طی شده این است که جمهوری اسلامی ایران تونسته حق خودش رو فقط نه اینکه بیان کنه، اعمال کند. یعنی اینکه اگر ما میگوییم غنی سازی اورانیوم یه حق ملت ایران هست، این رو تونسته اعمال کنه. یعنی اینکه اون تجهیزات مربوط به غنی سازی اورانیوم رو به خوبی ازش استفاده کنه، فعال کنه، کار کنه و در جهت اهداف صلح‌آمیز کار خودش رو دنبال کنه. شما این رو میدونید در همین موضوع هسته‌ای ما 850 هزار بیمار ما به داروهای نیاز داشتن که لازمش این بود که ما سوخت 20% غنی شده رو در اختیار داشته باشیم. اتفاقا در این مربوط به تاریخ دور نیست، همین سال 88 وقتی که ما این رو به آژانس مطرح کردیم که خب ما برای 850 هزار بیمارمون این دارو رو نیاز داریم، اونها به صراحت اعلام کردن که ما این رو به شما نمیدیم. روندی که دنبال کردن چی بود؟ این جالب مردم ما بدونن. روندشون این بود که اومدن بیان کردن که خواستن این رو گرو بکشن، دیدن نیاز داره کشور ما به این موضوع، گفتن خیلی خب پس شما اگر میخواید این کار رو انجام بدید باید این خواستهای ما رو انجام بدید تا ما تازه کمک کنیم شما این سوخت 20% رو بتونید داشته باشید که اون دارو تأمین بشود. الان بعد از 4 سال چی شد؟ در سال 92 ما رفتیم خودمون این رو تولید کردیم، این نیاز دارویی و انسانی کشور رو برطرف کردیم. موضوع برعکس شده،
امروز اونا هستن که میگوین خیلی خوب، پس بیاید حالا که شما 20% دارید این خواست و این کارها رو ما انجام میدیم، شما این سوخت رو حالا مثلا دیگه ادامه ندهید. یعنی معادله عوض شد، هم در گفتگو هم در رفتار، و این به نظر من قوت هست و باید با قوت ادامه تو بحث تحریم ها اگر روی تعلیق تاکید و پافشاری داشته باشم، موضعتون همچنان همین هستش که تعلیق اتفاق نخواهد افتاد؟ اون چیزی که ما بیان کردیم یک بحث بسیار دقیق و جدی است. ما بیان کردیم که غنی سازی اورانیوم حق ملت ایرانه، همونطور که حق هر عضو امپیتی است. کسی حق یک ملت رو حق ندارد اون رو مانع بشود از اینکه انجام بشود. اما ما همیشه این رو بیان کردیم، ما این حق غنی سازی رو که داریم انجام میدیم بر مبنای نیازها و خواستمون داریم انجام میدیم، برای همین هم است که از این حق چه 5% چه 20% دفاع میکنیم و اون رو انجام میدیم، اما بر اساس نیازهایمون هست. اتفاقا ما به اونها همین رو گفتیم، گفتیم برای 20% که ما اول گفتیم مثلا حاضرین بخریم، چون ما این رو برای مصارف صلح‌آمیز و دارویی میخواستیم و نیاز داشتیم، چرا به ما ندادن؟ بر اساس اون رفتار اونها بود که ما رفتیم سراغ این و این رو تولید کردیم و امروز هم میبینید با قوت داریم ادامه میدیم. پس ما اون حقمون رو بر اساس نیازمون اعمال میکنیم. اگر موافق در حوزه اقتصاد هم چند قدمی با جناب عالی هم قدم بشیم و اولویت های اقتصادی دولت شما رو یک ارزیابی و بررسی داشته باشیم، و بحث مهمی که هست اینه که چه میزان فکر میکنه که در دولت احتمالی آینده جناب عالی با حوزه نخبگان اقتصادی و اقتصاددانان و دانشگاهیان بتونه یک پیوند مستحکمی برقرار بکنه برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت؟ سوال خوبی است. به نظر من حتی یکم حوزهش باید وسیع‌تر بشه. من توضیح میدم. ببینید به هر حال امروز مسائل اقتصادی یکی از مهمترین مسائل کشور ماست. به هر حال یکی از دغدغه‌های اصلی مردم این است که آیا گرانی، آیا بیکاری اینها رفع می‌شود، در چه زمانی رفع می‌شود اینها. طبیعی است اگر شما در این زمینه می‌خواهید اقدام کنید، باید یک اقدام‌های محکم، پخته و حکیمانه باشه. یعنی تدابیر حکیمانه اقتصادی باشه. حالا یک بس در اون قوانین نیست که مصوب میشه که ما امروز خب قوانین مصوبی که لازم الاجرا زیاد داریم، اما یه بس این است که دولت چگونه میخواهد این رو اجرا کنه، با چه تدابیر حکیمانه‌ای میخواد این رو اجرا کنه. من عرضم اینه که ما اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد تدابیر دقیق و متقن و حکیمانه‌ای رو اجرا کنیم، هر چقدر این پخته تر باشه، کامل تر باشه، حتما به ثواب نزدیکتر خواهد بود. لازمش اینه که شما بتوانی از عقول بیشتری، از مشورت‌های بیشتری برخوردار باشی. بدون شک کسانی که تجارب خوبی در این زمینه دارن حتما باید مشورت مورد مشورت قرار بگن، کسانی که سالها سابقه کار اجرایی در این زمینه داشتن حداقل تجربهشون باید استفاده بشه، ولی اینکه اون تجربه تو تجربه ناموفقی بوده، همون هم باز میتونه خودش مورد استفاده باشه. دوم نخبگان علمی ما و دانشگاهیان ما که خب به هر حال در این زمینه ما افراد بسیار خوشفکر صاحب نظر زیادی داریم. مکانیزم استفاده شما از اینو عرض می‌کنم. افکار چی هست؟ من می‌خوام بگم محور سومشو بگم. من می‌خوام بگم در این محور سوم یک نکته دیگه هم داریم که این اتفاقا مقفول واقع شده. حتی در سوال جناب علی هم نبود. یعنی در کنار افرادی که صاحب تجربه هستن و در کنار کسانی که به لحاظ علمی در این زمینه مشورت‌های خوبی میتونن بدن، مهمترین کسی که میتونه مورد مشورت واقع بشه خود مردم هستن. کسانی هستن که موضوع اون بحث اقتصادی هستن. مثلا در کشاورزی اگر شما کار میکنید نمیتونید تصمیمی برای اجرای اقتصادی بگیرید بدون اینکه از خود کشاورزان و کسانی که در این زمینه ذی‌نفع هستن سوال کنید که آیا این تصمیم‌هایی که تاکنون بوده خوب بوده، بد بوده، آیا موفق بوده، نبوده، کجاهاش ایراد داشته. چون در نهایت همه این قوانین و این تدابیر اجرایی برای این است که به اون کشاورز یک نفعی برسد، به اون صنعتگر یک نفعی برسد، به اون کسی که امروز دنبال کار هست یک نفعی برسد. این نکته اساسی است. لذا یه بحث اساسی اینه، همون نکته که فرمودید که حالا با چه مکانیزمی، چه سازوکاری. من عرضم اینه که سازوکار نباید فردی باشه که مثلا یک فرد بنشینه بگه من حالا مثلا از چند نفر سوال کردم دنبال کردم. باید تمام بدنه دولت درگیر این بحث بشود، یعنی از اون اداره و اداره کل گرفته تا معاونت ها تا وزارت خونه تا بخش های مختلف. این گونه نیست که فقط یه رئیس جمهور باید بنشیند که او باید این کار رو بکنه، همه باید خودشون رو موظف بدونن در حوزه اجرایی که دارن انجام میدن این با مشورت تمام افراد این گونه باشه. وقت این سازوکارهای هر کدوم خواست خودشو داره. مثلا یعنی چی؟ مثلا روابط عمومی ها امروز تو دستگاه های دولتی، وظیفه روابط عمومی ها این نیست که فقط توجیه کنن رفتار اون دستگاه رو. وظیفه مهم روابط عمومی اتفاقا این است که
سراغ مردم برود، حرف اونها رو مثلا در حوزه کشاورزی، اقتصاد، صنعت، معدن، اینطور چیزها بشنود، نه اینکه فقط باز اون هم با یک مثلا اگر کسی بهش رجوع کرد بشنود، با یک سازوکارهایی که شناخته شده است، مثلا با یک نظرسنجی شما چقدر از این حوزه، این تصمیم اقتصادی دولت در زمینه کشاورزی مثلا راضی هستی؟ وقت روند تصمیم گیری کن نمیکنه آقای جلیلی به نظر شما؟ اتفاقا نه، اگر این سازوکارش تعریف بشود اتفاقا باعث میشود که اگر این شما تصمیمی بگیرید که ناپخته باشد، ولو اینکه با سریع بگیرید، این و بیفتید در یک کجراهی که هر چی میرید شما رو دور میکند، این بهتر است که اتفاقا شما تصمیمی بگیرید که پخته باشد و صحیح باشه که هر چی میروید شما رو به هدف نزدیکتر کنه. این یک در زمینی که به نظر من با سازوکارهایی که امروز وجود داره، مخصوصا با این ابزار فناوری‌هایی که در بحث ارتباطات وجود داره، نه این سرعت رو هم نمی فدای این دقت نخواهد. یعنی جناب عالی تمام تصمیمات اقتصادی دولت رو منوط به نظرسنجی از مردم یا حداقل مخاطبین اون تصمیم خواهید کرد؟ فقط نظرسنجی نمیگم، من عرضم اینه که هر تصمیمی که میخوایم گرفته بشود در مسیر تصمیم سازی قبل از تصمیم گیری باید نظر مردم و نخبگان و صاحبان تجارب در این زمینه هم گرفته بشه. نظرسنجی یک شیوهشه، نه که لزوما نظرسنجی. بسیار خب، چه میزان آقای جلیلی جناب عالی به بازار رقابتی اعتقاد دارید و در بحث حمایت از تولید ملی فکر میکنید که بازار رقابتی میتونه کارگشا باشه؟ ببینید این بحث مهمی است که به هر حال دولت باید مشخص بشه کارویژه اصلی دولت در اقتصاد چیست، تصدیگری است یا نظارت و مدیریت و هدایت. من عرضم اینه که در حوزه اقتصاد دولت باید بخش دوم رو انجام بده، خودش تصدیگری نباشه، یعنی کمک کنه به رقابت در عرصه‌های مختلف. اگر ما می‌خواهیم اون شکوفایی اقتصادی ایجاد بشه باید رقابت ایجاد بشه تا اون انجام بشه و تولید رقابت رو در حوزه داخل و تولید داخل. جناب علی حالا اینو می‌خوام اتفاقا مثالم همینه، مثلا مثالی که مطرح میشه راجع به خودروست که مثلا دولت چقدر می‌خواد از خودرو حمایت کنه، مثلا از صنعت خودرو در این بحث. ببینید حمایت باید انجام بشود، اما این حمایت باید هدفمند و زماندار باشه، یعنی باید معلوم باشه که اگر ما از صنعت خودرو در داخل کشور میخوایم حمایت کنیم این با چه هدفی است و در چه بازه زمانی است. این یک سوالی است که این بار چند بارم مطرح شده. مثلا ما 40 سال از پیکان، تولید پیکان حمایت کردیم، نتیجهش چی شد؟ آیا پیکان توانست بازارهای جهانی رو بگیره؟ آیا تونست به عنوان یک کالای قابل رقابت حتی در عرصه‌های جهانی باشه یا نه؟ یا به زور باید حمایت می‌شد که این فقط تولیدش ادامه پیدا کنه؟ این نوع حمایت حتما مطلوب نیست. اما اگر هدایتی باشد که هدفمند باشه، موجب پیشرفت باشد، موجب ارتقاء کیفیت اون بشه به طوری که بتواند رقابت کند چه در داخل چه در خارج، این حتما. خب این حمایت شما تا کجاست که منجر به انحصار نشه؟ بر مبنای اون هدفی است که تعریف میشه. من عرضم اینه هر چقدر شما اون هدف رو مشخص کنید، تعریف کنید تو عرصه‌های مختلف، و باز یکی از بحث‌های اساسی همینه. ما امروز یکی از موضوعاتی که در اقتصاد داریم اون بحث انحصاره، چون به محضی که انحصار میاد مانع رقابت میشه و اون مفسدها و فسادهای خاص خودشو داره. یه زمانی بود که رقابت انحصار در بخش دولتی بود، خب این تا حدودی کاسته شد، اگرچه هنوز به نظر من کافی نیست، یعنی در بخش‌های عمومی و دولتی ما نباید این انحصار باشه. اما الان باز شما میبینید در برخی از حوزه‌ها حتی در بخش خصوصی انحصار ایجاد شده. من این رو به عنوان گام چهارم حماسی برای رسیدن به اون حماسه اقتصادی که بیان کردم اتفاقا یکیش همینه، رفع انحصار است، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی و عمومی. اگر این انحصار دوباره شکل بگیره مفاسد خاص خودشو داره. مثلا در حوزه خودرو که جنابالی بحث کردید، مصداقا اگر بخوایم مطرح بکنیم، معتقد هستی که باید تعرفه گمرکی بالا باشه، خودروی خارجی به سختی وارد کشور بشه تا از خودروی داخلی حمایت بشه، یا اینکه معتقدید که نه این انحصار چند کارخانه خودروساز داخل باید شکسته بشه، خودروی خارجی هم با تعرفه پایین‌تری وارد بشه و این بازار رقابتی بین محصول داخلی و خارجی باشه تا بتونه خودروی داخلی ما رشد بکنه؟ ببینید من چه در بحث خودرو چه در بحث‌های دیگه، اولویت اصلی رو ما باید بر حمایت از تولید داخلی بدهیم. هر حرکتی که انجام میدیم حتی در تعریف تعرفه‌ها و بحث‌های اینفورمی باز باید نتیجهش این باشد که تولید داخلی حمایت می‌شود و ارتقا پیدا می‌کند یا نه. اما حمایت رو نباید اشتباه کرد، حمایت همونطور که گفتم نباید حمایت از جنس حمایت از پیکان باشه که بعد از 40 سال شما میبینید هیچ
ارتقایی پیدا نشد. همین سطح کیفیت خودرویی که الان داریم. نه خب من عرضم همین، این سطح رو نباید بهش اکتفا کرد. یعنی باید شما حمایتتون به گونه ای باشد که موجب ارتقاء تولید، کیفیت تولید داخلی باشه. اینجا من باز وارد بحث دیگه بشم، چگونه ارتقا پیدا میکنه؟ ببینید اگر ما هدف رو بازار داخلی قرار بدهیم، این نمیتواند رقابت کند، نمیتواند موفق باشه. اصلا یه دلیلی که چرا تولیدات ما موفق نبوده است این بوده که ما از اول که برای تولید وارد کار میشویم، چه در یه محصول کشاورزی، حتی چه در یک محصول صنایع کوچک، حالا مثلا از بحث فرش که از صنایع قدیم ماست، ما باید از ابتدا یکی از کارهای دولت کمک باشد به این که تولیدات ما فرجامش و انتهای کارش مشخص باشد. یعنی اگر اون روستایی ما داره یک فرش رو در فلان روستا میبافه، امیدوار باشه که این فرش رو دولت بهش کمک میکند در بازار اروپا به فروش برود، نه اینکه بعد از اینکه اون تولید شد تازه نگران این باشه روز اول مشکلش باشه که خب من این تولیدمو چیکار کنم. یعنی در قالب شرکت های تعاونی این رو میخواید محقق کنید؟ یکی شرکت های تعاونی است، یعنی مشارکت دادن به مردم و بخش هایی که بتوانند این کارها رو به خوبی انجام بدن. حالا این در محصولات کشاورزی هم هست. ببینید یکی از بحث های اساسی که ما در تولید داریم این بحث این است که ما مثلا داریم تولیداتمون رو در شکل حداقلی، حتی اونجایی که صادر میکنیم در شکل حداقلی است که حالا به خام فروشی ازش یاد میشه. چرا ما نباید ارزش افزوده رو در داخل خود کشور نسبت به تولیدات اعمال کنیم؟ این یک بحث بسیار مهمه. از حالا مثلا نفت که یکی از مهمترین ارزها و مزیت نسبی ماست، چرا ما باید خام بفروشیم؟ خب این تبدیل به پتروشیمی بشه. حتی باز پتروشیمی، چرا باید ما مواد اولیه پتروشیمی رو صادر کنیم؟ این رو باید تبدیل کنیم. تا جایی که ممکن هست ما باید از ارزش افزوده‌ای که میتوان روی هر محصول اعمال کرد دنبال کرد. این رو در محصولات کشاورزی هم هست، در بسته‌بندیش، در تبدیل به فرآورده‌های دیگه، حتی الامکان ما این رو انجام بدیم. ما چرا الان باید هلو رو از کشور ما بره، بعد مثلا بره توی یک از کشورهای همجوار به شکل مثلا یک آب میوه بسته‌بندی شده دوباره داخل کشور بیاد؟ خب این رو در داخل کشور میتونه مستلزم جذب سرمایه گذار هست. فکر می‌کنید که بضاعت وجود داره که بتونیم سرمایه گذار رو ترغیب بکنیم برای سرمایه هنگفت و گذاشتن این سرمایه برای تولید محصولات پتروشیمی در اون سطحی که جناب عالی می‌فرمایید؟ ببینید طبیعی است در جنبه اقتصادی هر چقدر شما بتوانید جذب سرمایه گذاری کنید مثبت هست، اما من میخوام بگم حتی سرمایه های داخلی مون هم باید ازش استفاده حداکثری بکنیم. این بحث بسیار اساسی است. پولی که دست مردم است و سرمایه‌ای که دست مردم است به نوعی اونها رو مشارکت بدیم در اقتصاد. یکی از بحث‌های اساسی همین است که ما نقدینگی ها رو باید هدایت کنیم به سمت تولید. اگر این کار رو انجام ندهیم، وقت همین مشکل مثل تورم و بیکاری رو داره. از طریق همین مکانیزمایی مثل اوراق مشارکت، بورس و... نه، لزومن این نیست. ببینید من عرض میکنم الان اصلا دولت، ما برخی از کارهایی رو که داشتیم، این رو من چند بار گفتم، چرا ما الان باید 70,000 میلیارد تومان معوقات بانکی داشته باشیم؟ خود دولت باید مدعی معوقات باشد قبل از اینکه دستگاه قضایی و یا نهادهای نظارتی بیان کار کنن. جالبه که بدونید اتفاقا این نقدینگی که الان تحت عنوان معوقات بانکی در دست مردم است و رقمش اصلا قابل مقایسه با برخی از اقلام دیگه نیست که گفته میشه، اکثر اینها تو کار غیر تولیدی است. حالا یه وقت هست میگید کسی در کار تولید گرفته، خب میگی باید کمک بشه، شاید تسهیلاتی براش دنبال بشه. اکثر اینها تو کار غیر تولیدی است. من اینو چند بار بیان کردم. شما نگاه میکنید مثلا نزدیک 5000 میلیارد تومان از معوقات بانکی دست 6 نفره که اینا تو کار غیر تولیدی دارن کار میکنن، یعنی دو برابر نقدینگی که ما تحت عنوان هدفمندی یارانه داریم ماهانه به 70 میلیون جمعیت در ماه میدیم، دو برابر اون دست 6 نفر هست. خب اگر این سرمایه به خوبی مدیریت بشود و هدایت بشود در جهت تولید، ببینید چه ظرفیت بزرگی شکوفا میشود. من مخالف جذب سرمایه گذاری نیستم، حتی اون رو تشویق میکنم، اما میخوام بگم قبل از اون باید اولا سازوکاری داشته باشیم که سرمایه های موجود رو به خوبی استفاده کنیم. فکر میکنم که داریم وارد حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی میشیم. پیش از این خیلی صحبت شده بود که با مفاسد اقتصادی اینگونه برخورد خواهد شد و کم کم سبقه و رنگ سیاسی هم گرفت. فکر میکنید چقدر بتونه توفیق داشته باشه در مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی؟ ببینید این دقیقاً سوال بسیار خوبی کردید، پاسخ همون ادامه پاسخ سوال قبله. ببینید مفاسد اقتصادی یه وقت هست ما میخوایم موردی تک تک بریم بررسی کنیم، با این مورد با اون مورد بررسی کنیم، مقابله کنیم، دستگاه قضایی ما، پلیسی ما، امنیتی ما، این یه بحثه. اما به نظر من مفاسد اقتصادی خیلی قویتر، عمیق‌تر، جدیتر خود دولت میتونه باهاش مبارزه کنه، با سازوکارهای اتفاقا اقتصادی، با سازوکارهای بانکی. اگر ما بیاییم حفره‌هایی رو که امروز وجود داره در مناسبات اقتصادی کشور ببندیم، اصلا مفاسد اقتصادی عرصه ظهور پیدا نمی‌کنه.
اصلا نمیتونن، امکان پیدا نمیکنن. من یه مثال بزنم، توی این پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی که پیدا شد، شما میدونید یه فردی میرفت از یک بانک صادرات توی اهواز LC ریالی باز میکرد پشت سر هم، تو بگونه که تونه 3000 میلیارد تومانی همچین فرجامی پیدا کنه، که خب دیدید امروز این دیگه بس فقط یه اتهام نیست، دادگاه هم حکم داد و محکوم کرد و نشون داد این بس یه بس جدی و درسته. ما در دقیق خونه این رو بررسی کردیم، دیدیم اگر ما یک سازوکارهای دقیق بانکی در بانک مرکزیمون، در ارتباط با بانک مرکزیمون، با بانک‌های عاملمون و در مناسبات اقتصادیمون داشته باشیم، اصلا اجازه پیدا نمی‌کنه یه همچین مفاسدی ظهور پیدا کنه. یه مثال من بزنم، ببینید الان مثلا ما برخی از اطلاعات اقتصادی داریم در حوزه اسناد و املاک، در حوزه گمرک، در حوزه مسائل ارزی، در حوزه‌های اینفورمی. اگر اینها یک بانک‌های درست حسابی داشته باشن، یعنی که تمام اون نیازها رو برطرف کنه و بعد اینها در یک ارتباط تعریف شده با یک دیگر باشن و این اطلاعات با هم تقاطع داده بشه، از همین تقاطع اطلاعات بسیاری از مفاسد اقتصادی جلوگیری میشه و نمیتونن مجال ظهور و بروز داشته باشن. این جزء اولویت‌های اصلاح ساختار بانکی کشور هم هستش که جناب علی الان در اصل مطرح می‌کنه دیگه. این اتفاقا کاری بود که ما در 2 سال پیش در دبیرخونه شروع کردیم با همکاری خوب دستگاه اقتصادی بانک مرکزی و شروع کردیم. الان یه بخش عمده از این کار داره انجام می شود، یعنی اینکه سامانه ارزی، سامانه تجاری، سامانه سنا که مربوط به همین خرید و فروش های صرافی هاست درباره ارز، که یکی از مفاسد اقتصادی است که اگر این مدیریت نشود و نظم نداشته باشه، و از همه مهمتر همون سامانه اقتصادی که بانک اطلاعات اقتصادی کشور در عرصه های مختلف، اگر اینها شکل بگیره که یکی از مهمترین بحث های همین اون بحث نظام بانکی است. به نظر من اتفاقا با کمک خود بانک ها، خود بانک ها باید بیان تو این زمینه بشن مدعی مبارزه با مفاسدی که میتواند خدای نکرده از طریق بانک ها صورت چقدر بگیره. چقدر آقای جلیلی به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارید؟ چقدر تلاش خواهی کرد؟ ببینید این الان به نظر من در همون بحثی است که باید در چارچوب قانون عمل بشود. به نظر من بانک مرکزی یک ظرفیتی است که مدیریت می‌کند اون تمام رفتار بانک‌های عاملی رو که وجود دارد و از اون طرف باید از طریق دولت اون مناسبات اقتصادی رو در عرصه‌های ارزی و پولی و مالی تعریف و مشخص کند. این بعد به نظر من در چارچوب قانون نیک راجع به همین بحث نظام بانکی انجام میشه، اینم تو همون تعریف بشه. و خیلی کوتاه میخوام بحث تحریم ها رو مطرح بکنم. جناب علی کوتاه بفرمایید، اینکه فکر میکنید در تحریم ها باید مقاومت کرد و خودکفایی کامل اتفاق بیفته یا تعامل سیاست ورزی رو ترجیح میدید؟ ببینید به نظر من تحریم ها یک تهدید هست، درسته، اما تهدیدی است که کاملا میتونه تبدیل به فرصت بشود در جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل. اولا به دلیل اینکه ما در بسیاری از این حوزه‌هایی که تحریم‌ها متوجه ماست، نشان می‌دهد که ما ظرفیت‌های بسیار زیادی داشتیم که متأسفانه خود ما سراغ اون نرفتیم و امروز به نظر من تحریم‌ها از این جنبه می‌تونه واقعا یک فرصت باشه که به این بهانه ما سراغ اون بریم. من یه مثال بزنم، کشوری که تولید کننده بزرگ نفت هست چرا باید بنزین رو از خارج وارد کنه؟ خب این یک سوال اساسی بود، چرا به این نگاه جدی نبود؟ من در بحث قبلی عرض کردم اتفاقا ما باید سیاستمونی باشه اصلا تحریمی هم نباشه، که ما هر ماده اولیه که داریم با ارزش افزوده بیشتر اون رو صادر کنیم، استفاده کنیم. یکیش بنزینه، ما عوض نفت چه اشکال داره که بنزین صادر کنیم و فراورده های نفتی از این قبیل، ولی نه به گونه‌ای بشود که بعد ما بنزین رو بریم از خارج وارد کنیم و بعد او بگه حالا تو رو تحریم میکنم. خب این به نظر من یه فرصت بود برای کشور ما و اتفاقا ما در یک حرکت، حالا اون بعد دومش، این یکی منابع مادی که وجود داریم، دوم انگیزه ها و روحیه های قویی که در کشور ما و نیروی انسانی که داریم. شما دیدید این در یک کار خوب جهادی که در ظرف چند ماه صورت گرفت که برادرمون جناب آقای میرکاظمی کن زمان وزارت نفت بودن، این رو جدی روش متمرکز شدن، ظرف چند ماه تونستن کشور رو با یک حرکت جهادی و استفاده از ظرفیت داخل این کار انجام بدن که ما خودکفا بشویم در بنزین و بلکه صادر کنیم. من عرضم اینه اینو در عرصه‌های دیگه میشه انجام داد. مثال دومش بحث کشاورزی است. الان ما 11 میلیارد دلار داریم کالای کشاورزی هم کالای اساسی وارد میکنیم، در صورتی که من دیروز جیرفت بودم، دیروز کهنوج بودم، اصلا یک ظرفیت بزرگ کشاورزی در این منطقه است.
ما 11 میلیارد دلار داریم به خارج میدیم، وقت با همه مشکلاتی که در تحریم‌ها هست در بحث تراکنش‌های بانکی، حمل و نقل و بحث‌های مختلف. خب اگر ما 11 میلیارد دلار رو بدیم به کشاورز جیرفتی، بدیم به کشاورز کهنوجی، هم کشور ما ببینید چه ظرفیت بزرگی توش آزاد میشه، تولید، اشتغال و همه ظرفیت‌ها، و بعد حتی به نظر من نه تنها این خودکفا بشویم بلکه اون موقع صادر هم بکنیم. بحث بودجه ریزی عملیاتی این وسط مطرح میشه دیگه در میان همین تصمیم گیری ها. ببینید تو باز بودجه ریزی عملیاتی بحث بسیار اساسی و مهمی است. اصولا وقتی که ما بودجه ریزی عملیاتی میکنیم، این یکی از نکات مهمه که باید نگاه کنیم این بودجه‌ای که ما تخصیص دادیم مثلا برای انجام این پروژه، برای انجام این موضوع، چقدر بر اساس کارآمدی و استفاده حداکثری از ظرفیت ها بوده. ما متأسفانه یکی از مشکلاتی که امروز در جامعه داریم که میگن چرا تورم، میگن چرا نقدینگی زیاد شده، یک دلیلش این است که در ازای کال مثلا یک کالا یا یک خدمات یا یک کار یا یک پروژه‌ای که مثلا باید 100 میلیون دلار هزینه می‌شده 300 میلیون دلار هزینه میشه. این چون بودجه‌ریزی عملیاتیش یک بودجه‌ریزی دقیق نبوده، یک بودجه‌ریزی شایسته نبوده. اگر ما در اون عرصه‌ها دقیق‌تر عمل کنیم و دولت بتواند انضباط مالی صحیح رو داشته باشه، یک راه جمع‌آوری نقدینگی تا قبل همین بودجه‌ریزی عملیاتی است. پروژه‌ها رو نتوانند چند برابر به بیت المال تحمیل کنن و هزینه‌شو تحمیل کنن. یعنی واقعاً چرا باید یه پروژه‌ای که 50 میلیون دلار باشه مثلا 100 میلیون دلار یا 200 میلیون دلار باشه؟ یکی از شاخص‌هایی که میشه گفتش که فلان نامزد برنامه مدون مشخصی داره بحث کابینه اوست و اینکه آیا افراد کابینه خود رو مشخص کردن یا خیر. اولا شاخص های انتخاب جناب عالی برای کابینه چه شاخص ها و معیارهایی هست و آیا تا الان گزینه‌هایی رو مشخص کردید و اینجا میتونید ذکر نامی بکنید از برخی از افراد یا وزارتخانه های کلیدیتون که چه شخصیتی کدام وزارتخانه رو تصدی خواهد کرد؟ ببینید من اینجا یک عرض کنم، من یه هدف اساسی که الان در صحبت هام دنبال کردم این است که دولتی که انشالله آینده باید مسئولیت رو عهده‌دار بشه، وظیفه اصلی از نظر من و اولویتی که من دارم این است که باید ساختار دولت رو قوی کنه. یعنی من این مثال رو زدم، گفتم اگر دولت رو به مثابه یک قطار تشبیه کنیم، این قطار که باید مردم رو سوار کنه و به اون اهداف و نتایج که داره برسونه، این قطار الان نمیگم متوقفه، بی‌انصافی است این رو بگیم، اما خیلی کند حرکت میکنه، خیلی تأخیر داره، خیلی ضعیف است. و این سفرهای استانی که بعضا کنارش صورت میگیره که به نظر من کار خوبی هم هست، به خاطر این بود که میدیدن این قطار تأخیر داره، مثل کسی که از قطار پیاده بشه حالا مثلا بخواد با یه وسیله دیگه خودشو برسونه. این به نظر من خوبه اما کافی نیست. اون چیزی که من نظرم هست اینه که در کنار سفرهای استانی باید سفرهای وزارتخونه‌ای صورت بگیره که واگن‌های این قطار هستن، هر یک از این وزارتخونه‌ها. باید ببینیم چه اشکالاتی در مسیر کار اینها وجود داره. ما اول باید، اگر این اولویت اصلی است که به نظر من دولت باید در اصلاح ساختار خودش انجام بده، یعنی اگر این بحثایی که الان مطرح کردیم، میگوییم تورم، گرانی و بیکاری و مثلا موضوعات اینطوری، مسکن، تولید، اینها انجام بشود، من فکر نمی‌کنم دولت‌های قبلا به این موضوعات توجه نداشتن و نمی‌خواستن انجام بشود. اما چرا اون نتیجه مطلوب حاصل نشد؟ به اینکه این سازوکار اجرایی ما و دستگاه‌های ما در انجام این وظیفه‌شون الان دچار کاستی‌های جدی هستن. این یک. دوم، نه تنها این کاستی‌ها رو نداشته باشن، بلکه باید عواملی در این انجام بشه که این ماشین و این قطار بتونه با یک سرعت درخور و شأن این پیشرفت حرکت کنه. لذا ما اگر می‌خوایم وزرای انتخاب کنیم، کابینه انتخاب کنیم، باید متناسب با این هدف باشه. یعنی باید وزیری در رأس یک دستگاه قرار بگیره که بتونه این قطار رو راه بندازه، بتونه اون وزارت خونه رو از این کاستی ها دور کنه و بلکه درش عوامل رو دخیل کنه که این با سرعت هرچه تمام‌تر بتونه خدمات لازم رو به مردم انجام بده. این یک روحیه جهادی میخواد، اون یک تفکری میخواد که باور داشته باشه این بحث رو، مردم رو، این باید سراغ مردم برود، نه اینکه اگه مردم اومدن سراغ وزارت خونه باز هم جواب به اون نده. آیا گزینه‌های شما مشخصن آقای جلیلی؟ معاون اول شما مشخصه؟ ببینید در بسیاری از حوزه‌ها من این نگاه رو داشتم، این رو اینجا جالبه براتون بگم. من الان چون ایام انتخابات هم هست، مثلا واقعا برای برخی از دستگاه‌ها با توجه به تجربه‌ای که در این ایام داشتم و آشنایی که داشتم، افرادی رو می‌شناسم در جاهای مختلف
که اینها ظرفیت‌های بسیار خوبن برای تصدی یک وزارتخونه در همین نگاهی که عرض کردم خدمتون. مثلا معتقدم اگر این فرد در رأس اون وزارتخونه قرار بگیرد به خوبی میتواند این هدف رو محقق کنه. اگرچه اتفاقا مثلا اون فرد الان در ایام انتخاباتم هیچ صحبتی با من نداشته و من ندیدم و احتمالاً به برادر دیگه هم رأی بده. نمیدونم. اما واقعا برای این موضوع شایسته است. اگر ما این نگاه رو داشته باشیم، با توجه به اون هدف دنبال افراد بگردیم، حتما میتونیم از کابینه و هیئت دولت بسیار خوبی شکل بگیریم. اسم مشخصی الان نمیخواد ببرید. حالا این چون بسیار خوب. در حوزه فرهنگ این دقایق پایانی رو صحبت بکنیم و اینکه در بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جناب عالی معتقد به ایجاد محدودیت فرهنگی هستید یا ایجاد مسئولیت فرهنگی؟ ببینید، من در اون سال قبل گفتم اینجا شاید بهتر بشه این موضوع رو توضیح بدم. اتفاقا مزیت نسبی ما در فرهنگه، قدرت ما امروز در فرهنگه، اقتدار ما در فرهنگه. من این رو به عنوان کسی که خودم در الان این عرصه تا حدودی حضور دارم دارم میگم، اگر ما امروز در سیاست خارجی در فلان موضوع موفقیت هایی داریم، این ناشی از عرض کردم یک پشتوانه نظامی که نیست، از چیست؟ از فرهنگ ماست. اون فرهنگی است که میتواند اینگونه مولد باشه، تولید قدرت کنه، تولید عزت کنه، تولید محبوبیت کنه و تولید پیشرفت کنه. لذا ما اگر میخواهیم این پیشرفت رو به شکل جدی و واقعی، این عزت و این اقتدار رو دنبال کنیم، باید اهمیت بدهیم به حوزه فرهنگ. مستقیما اگر در بحث ماهواره بخوایم مسئله بکنیم، جناب عالی میخوام همین رو عرض کنم. میخوام بگم این نکاتی که شما فرمودید، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، که اینها تعابیر مقام معظم رهبری بود، اتفاقا با درک دشمن از همین قوت هست. اگر چیزی ضعیف باشه که براش این همه چیز، این همه موضوعات اختصاص نمیدن، این همه کارهای اینفورمی از شکل شبیخون و ناتو و تهاجم فرهنگی شکل نمیدن، میگن یه چیز ضعیفی ظهور پیدا کرد بعدم میفته خودش خود به خود خاموش خواهد شد و رفت. این نشون میده این یک ظرفیت قوی است، یک ظرفیت مهم هست که پیدا میشه. بر این مبنا ما اگر این معدن قوی فرهنگ خودمون رو، این منابع غنی فرهنگ خودمون رو که همون تفکر اسلام ناب هست، اون ارزش‌های اسلامی ملی خودمون هست رو خوب بشناسیم، اون موقع و بتوانیم به موقع از ظرفیت‌هایی که در این عرصه اونها ابزار هستن استفاده کنیم، اتفاقا اونها باید نگران تهاجم فرهنگی ما باشن. ابزارهای شما چه هست؟ این ابزارها، من عرضم اینه که ما قبل از ابزارها باید این سازوکارها و این قوت رو داشته باشیم. یکی از ابزارها ببینید همین سازوکارهایی است که در دولت و در نهادهای فرهنگی است. نهادهای فرهنگی ما در رأسش به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی باید متناسب با این ظرفیت بتوانن آماده باشن. ما اگر فرهنگ رو مهم میدونیم، باید شورای عالی انقلاب فرهنگی ما مهمتر از شورای عالی امنیت ملی ما باشه، مهمتر از حتی شورای اقتصادی ما باشه. اگر این رو فرهنگ، باید به اون بیشتر بها بدهیم و جایگاه اون رو در این مبارزه‌ای که وجود داره، در اون حمله‌ای که دشمن شروع کرده تحت عنوان اون تعابیری که شما بیان فرمودید و مقام معظم رهبری به درستی بارها همین رو اشاره کردن، این آمادگی رو داشته باشه. من احساسم اینه اگر ما این ظرفیت‌های فرهنگی رو به خوبی استفاده کنیم، مثلا ما در حوزه سینما، در حوزه کتاب، در حوزه رمان، در حوزه‌های مختلف، اینها اتفاقا حوزه‌های قدرتنمایی ماست. قدرتنمایی ما فقط در هسته‌ای نیست، در سینماست. اتفاقا شما چه در داخل چه در خارج، شما اون نگاهی که ناتو فرهنگی، شبیخون فرهنگی می‌کنه رو بذارید کنار، شما اینو تو در داخل کشور ما، ما کدام محصولات سینمایی ما بیشترین استقبال رو داشته؟ اتفاقا موضوعاتی بوده که مبتنی بر همین گفتمان اسلام ناب بوده، مبتنی بر دفاع از ارزش‌ها بوده، مبتنی بر دفاع از مباحث ارزشی بوده. حالا من اسم ببرم شاید بد نباشه، من نمیدونم حالا این دوستانی که این تولید کننده این بحثا بودن نسبت به خود من چه نظری دارن، اما من ببینید یه وقت هست مثلا شما مهمترین کارهایی که داشتید تو عرصه دفاع مقدس بوده، بهترین فیلمایی که شما داشتید آژانس شیشه‌ای بوده، مثلا نمیدونم فیلمای از این قبیل بوده دیگه، اینها تونسته بیشترین مخاطب رو جذب کنه. در حوزه دینی بهترین سریال‌هایی که شما داشتید که هم مخاطب داخلی هم مخاطب خارجی رو جذب کرده چه بوده؟ مریم مقدس بوده، یوسف پیامبر بوده، مختار بوده، مگر اینها نبوده که من خودم در کشورهای دیگه مثلا عربی و اسلامی که رفته بودم میدیدم با چه استقبالی مواجه شده اینها. پس این نشون میده اگر ما در این عرصه نگاه درست داشته باشیم، یا کارهای دیگه ای مثلا تو حوزه سینما، ببین مفاهیم دینی وقتی که میاد در یک شکل هنری بیان میشود، این راه خودش رو باز میکنه.
مفاهیم ارزشی پیدا میکنه، مثل مثلا بچه های آسمان، مثل رنگ خدا. اینا ظرفیت های خوبه. پس ما در این عرصه هر چقدر بتوانیم سرمایه گذاری کنیم، اتفاقا سینما میتواند در خدمت این باشه و اونها نگران این باشن. حالا این مثال بود. اینو شما در عرصه کتاب، در عرصه رمان، در عرصه های دیگه میتوانیم همین گونه باش برخورد. خب دو دقیقه فرصت پایانی این برنامه هست و وقت آزاد، اگر مطلبی که بنده سوال نکردم و جناب عالی مایل بودی که راجع به اون صحبت بفرمایید، در اختیار شماست. خیلی متشکرم. من بار دیگه اون بحثی رو که بارها مطرح کردم دوباره در دو دقیقه اگه بخوام بیان کنم این است که ما امروز در یک نقطه بسیار خوبی از پیشرفت در کشور قرار داریم. این دو شرط داره. اگر بخوایم این مسیر پیشرفت کشور به خوبی برطرف بشود، اولش اینه که ما نقاط قوتمون رو بدونیم، ثانیا نقاط ضعف رو بدونیم. نقاط ضعف رو باید برطرف کنیم. من برای نقاط ضعف اون بحث رو مطرح کردم. باید دولت ساختار اجرایی اداریش اونقدر قوی کنه، اون ایرادات رو برطرف کنه که کمک مردم باشه. فکر می‌کنم اگر این نگاه در دستور کار دولت آینده قرار بگیره، ما انشالله 4 سال آینده رو یک 4 سال بسیار روبرشت با یک پیشرفت با سرعت خوب خواهیم داشت. انشالله. خیلی متشکرم آقای جلیلی از حضور جناب عالی در این گفتگو و برای جناب عالی و همه همکارانتون آرزوی توفیق دارم و از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. از شما من هم خیلی از شما متشکرم و از همه همکاران که این فرصت رو در اختیار قرار دادن. امیدوارم که ما 4 سال آینده یک 4 سال رو به رشد، پیشرفت و تعالی ملت ایران. انشالله. خیلی ممنون. سلامت.